بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایزد منان و توانا، عرض سلام و درود داریم و خدمت تک تک شما بینندگان عزیز که امروز هم با نگاه های مهربان خود برنامه روشنا را دنبال میکنین. امیدوارم که پنجشنبه زیبای پاییزی را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشه. در خدمتتان هستیم امروز از طریق برنامه با موضوع حقوق کودکان، و اما امروز قصد داریم راجع به حقوق کودک بعد از تولد صحبت کنید. اگر برنامه قبلی روشنا را در پنجشنبه گذشته دنبال کرده باشید، راجع به حقوق کودک قبل از تولد با هم صحبت کردیم که شامل مواردی مثل حق حیات و حق ارث و میراث بود که کارشناس محترم برنامه با ما راجع به او صحبت کردن. اما امروز راجع به حقوقی که یک طفل بعد از تولد از او دارا میشه و برخوردار میشه با هم صحبت هایی خواهیم داشت. ای که طفل ما بعد از تولد چه حقوقی را داره و ما با عنوان والدین باید حتما از او آگاهی داشته باشیم تا در راستای احقاق این حقوق بر بیاییم، بسیار امر مهمی است. امیدوارم که امروز برنامه را دنبال کنین و راجع به این موضوعات آگاهی بیشتری پیدا کنین. کارشناس محترم برنامه خانم آمنه عالمی با ما هستن. سلام خانم عالمی، در خدمتتان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. سلام، در خدمت شما هستیم. خیلی مجددا خوش آمدیم به برنامه روشنا. و خانم عالمی، ما راجع به حقوق کودک بعد از تولد قرار است که امروز با هم صحبت کنیم. اول بر ما بگین که این حقوق شامل چه مواردی میشه تا بینندگان عزیز ما بیشتر متوجه بشن که قرار است راجع به چه مواردی امروز صحبت کنیم با هم. بله، خب به طب همونطور که کودکان قبل از اینکه خب متولد بشن یک سری حقوقی را همونطور که در برنامه قبل ما در موردش صحبت کردیم، بعد از اینکه خب ولادت پیدا کردن و یک انسان کامل شدن، خب مسلما به حیث یک انسان کامل از یک سری حقوقی هم به عنوان یک انسان برخوردار میشن و از یک سری حقوق به عنوان یک در نقش کودک و طفل که خب اختصاصی هست برخوردار میشن. خب یک سری حقوق که عموم هست بین همه انسان ها مثل حق حیات، حق برخورداری از کرامت انسانی، احترام، حق آموزش و تربیت، اینها جزو حقوق عمومی هستن. ولی یک سری حقوق هستن که بعد از تولد خب صرفا متعلق هست به کودک. به طور مثال همین که کودک بدون امنیه، خب از اولین حقوقش میشه گفت به حق این هستش که خب یک کودک برای اون نام انتخاب کنیم و نامش را ثبت کنیم و او را به او یک شخصیت حقوقی بدیم، یعنی از همون ابتدایی که متولد میشه. و خب از حقوق دیگری که میتونیم نام ببریم مثل حق رضا هست، حق برخورداری از خانواده شایسته است، حق برخورداری از هویت خانوادگی است و حق نفقه و بسیار از حقوق دیگری که انشالله خب ما در طی برنامه های آینده از این بعد تحت عنوان حقوق کودک بعد از تولد انشالله اینها را بررسی خواهیم کرد. بله انشالله. و اما خانم عالمی، شما به یک سری از حقوق اشاره کردین راجع به کودک. بر من یک سوال پیش میاد، به هر حال عرف است در جامعه ما به عنوان مسلمان الحمدلله یک سری از موارد و اعمالی را انجام میدین بعد از تولد که شما تحت عنوان حقوق به او اشاره نکردین. مثلا کودک که به دنیا میآید و متولد میشه، اعمالی مثل غسل دادن یا مثلا اذان گفتن به گوش طفل یا عقیقه کردن و موارد دیگری که سنت هست و عرف است در جامعه ما او انجام میدیم، اینها جزء حقوق طفل گفته نمیشه آیا؟ بله خب اینها جزء حقوق طفل قطعا به حساب نمیاد، چرا که حقوق ما اگر بخوایم جزء حقوق اگر باشه، یعنی بر پدر مادر واجب و وظیفه ایشان هست، یعنی مکلف هستن که حتما اینها را به جا بیارن، مثل حق حیات یا حق رضا که مثلا وظیفه مادر هست، یا که حالا البته تحت شرایطی در دین اسلام، یا حق نفقه. اینها تقریبا میشه گفت خب یک سری دستورات و توصیه‌ای هست که در دین ما خب توصیه شده نسبت به طفل، نسبت به نوزاد، چرا که خب وقتی که یک طفلی پا به جهان میگذاره، خب قطعا یک اتفاق جدیدی برای ما پیش میاد، یعنی هم برای خود نوزاد واقعا یک جهان جدیدی وارد یک جهان جدید میشه و هم برای پدر و مادر یعنی والدین خب یک اتفاق جدید هست. و در همونطور که شما فرمودین، خب در فرهنگ ما، در سنت ما، این از دیرباز سنت بوده که وقتی که
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام میگن حضرت امام حسین علیه السلام، امام حسن مشتبه علیه السلام متولد شدن، در گوششان اذان میگفتن یا اونها را غسل میدادن و این سنت از همون زمان اینها دست به دست چرخیده و به ما رسیده. بله. و خیلی پدران و مادران ما واقعا به این سنت احترام میگذارن و شاید یک وجهش همی باشه که خب عمل به این سنت ها خودش باعث میشه که قطعا در امر تربیت به ما کمک کنن با اونان پدر مادر. این همین که خب وقتی یک نوزاد متولد میشه اولین توصیه این هست که میگن که خب نوزاد را غسل بدین برای اینکه پاکیزه بشه. خب این توجیه پاکیزه شدن و مطهر شدن نوزاد خب یک توجیه باشه که در حد به قول معروف علم و آگاهی ما باشه، ولی که قطعا خیلی از علما گفتن که بحث غسل دادن نوزاد میتونه یک بحث حتی اطاعت پذیری از خداوند شمرده بشه. این بحث مثل وضو گرفتن قبل از نماز. حالا اگر مثال بخوایم مثال خیلی غیر مرتبطی نباشه که خب حالا ما بخوایم حکمت وضو گرفتن قبل از نماز رو بخوایم برای خودمون توجیه کنیم بگیم خب یک نوع پاکیزگی است، ولی که در اصل همون اطاعت از خداوند هست. بله. یا بحث اذان گفتن در گوش نوزاد، این واقعا یک بحث بسیار فکر میکنم در اینی که میتونه یک مبحث سنتی و عرفی در جامعه باشه، به واقعا میتونه یک بحث بسیار معرفتی هم باشه، یعنی برای پدر و مادر. وقتی که یک نوزاد وارد دنیا میشه و پدر میاید در گوش طفل خودش اذان میگه، اقامه میگه، در حقیقت اون مبانی اولیه اسلام را داره به اونجا، یعنی طفل خودش رو وارد یک دنیای اسلام میکنه، در ناخودآگاه اون وارد میکنه. بله. و این واقعا تأثیر داره. اینطور نیست که بگیم که چون نوزاد درکی نداره و نمیتونه بفهمه بنابراین برای او هیچ تأثیر نداره، چرا که قدرت کلمات رو خب ما حتی در علم هم ثابت شده، تأثیر قدرت کلمات بر روی آب، تأثیر قدرت کلمات بر روی گیاهان و حتی حیوانات، اینها موجوداتی هستن که خب حتی برخشون حتی از احساس هم عاجز هستن، مثل خب شما آب رو مثلا چه حسی میتونه داشته باشه، ولی که کلمات که مثبت و منفی میبینین که بر روی مولکول‌های آب چه تأثیراتی داره، خب این ثابت شده بر لحاظ علمی. چطور میتونه بر روی یک انسانی که حیات انسانی داره و از قوه ادراک برخوردار هست تأثیر نداشته باشه؟ قطعا بر روی او تأثیر خواهد گذاشت، همونطور که کلمات منفی و یک فریاد زدن، یک خشم میتونه در همون لحظات اولی بر روی کودک تأثیر بگذاره، میتونه کلمات مقدس مثل اذان و اقامه که در این الفاظ هست، اینها هم قطعا بر روی نوزاد تأثیر خواهند گذاشت. بله، سپاسگزارم از شما. پس بنابر آنچه که شما گفتین، تفاوت بین اعمال مذهبی مصحف که ما داریم و مواردی که جز حقوق کودک گفته میشه در جنبه الزام آور بودن آنها هست که از لحاظ قانونی بعضی ها به رسمیت شناخته شده که با اونها حقوق میگیم و یک سری اعمال هم هستن که حالا مستحب هستن، انجام دادن اونها در جوامع مختلف متفاوت هست، اما خب به لحاظ سنت ها و عرف های هر جامعه انجام داده میشه بعد از تولد کودک. سپاسگزاری بر شما. اما راجع به اثبات نسب بر ما گفتین و هویت کودک، راجع به این بیشتر با ما صحبت کنین که اثبات نسب یعنی چه و چه چیزی به کودک ما بعد از تولد هویت میبخشه؟ بله، هویت این که خب یک تقریبا میشه گفت که اولین حقی که حالا من میتونم بگم بجرات که بعد از اینکه یک کودک متولد میشه، این هست که جزء حقوق واقعا الزام آور هم هست، حالا نمیتونیم بگیم که جزء احکام هست یا توصیه هست، این هست که کودک در یک محیط خانواده، از یک محیط خانوادگی برخوردار باشه، یعنی نسبش و او شجر نامش مشخص باشه، دارای خانواده باشه، اینها میشه، این تقریبا میشه گفت که برخورداری از هویت کودک، این کودک از یک هویت خانوادگی برخوردار باشه، این یک حقی هست برای کودک، اینکه کودک در محیط خانواده باشه، از یک خانواده برخوردار باشه، این جزء حقوق اولیه یک کودک هست. حالا اینکه میگیم که کودک باید از یک هویت خانوادگی برخوردار باشه، این به چه معنی هست؟ خود هویت یک عنصری هست که نشان میده که یک
فرد، حالا به لحاظ اون تفکری که داره، به لحاظ نگرش که داره، به لحاظ ویژگی هایی که داره و او شخصیتی که این تفکرات و نگرش های برای او ایجاد میکنه، باعث میشه که این شخص از سایر افراد متمایز بشه در جامعه. خب من با شما، شما از من و از دیگر افراد به واسطه یک سری ویژگی ها و شخصیت هایی که داریم ما متمایز میشیم. به این میگن هویت. یعنی من با اون هویت ما باعث میشه که من در جامعه شناخته بشم، شناسانده بشم و به واسطه اون دیگران مرا بشناسن. دقیقاً. بله. و به این میگه هویت. حالا در قالب اینکه هویت رو خب آمدن دانشمندان تعریف های بسیار متعدد کردن. یکی از تعریف هایش در قالب در قلمرو مکان هست که هویت رو آمدن در قلمرو خانواده، اجتماع و بین الملل تعریف کردن که کودک میتونه در قالب خانواده باشه، یعنی اولین نهاد هویت خانوادگی پیدا کنه، یا میتونه در ارتباط با دیگران باشه که بهش میگن هویت اجتماعی، و یا در سطح بین الملل که همون تابعیت یک فرد هست، یعنی یک هویت صاحب، یک کودک صاحب تابعیت هست که در سطح بین الملل مطرح میشه. سپاسگزارم. اجازه بدید که ادامه بحث با هم بعد از یک میان برنامه کوتاه با شما و کارشناس محترم برنامه پی بگیریم. برمیگرده. خب رسیدیم به بخش دوم برنامه روشنا راجع به حقوق تربیتی کودک بعد از تولد با هم صحبت میکنیم و کارشناس برنامه خانم عالمی هستن و ممنونم از شما که ما را در برنامه روشنا دنبال میکنین. و قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحث از شما میخواییم که با ما در ارتباط باشین از طریق شماره تماس برنامه که زیر نویس میشه. منتظر نظرات سازنده شما هستیم برای بهبود برنامه. خب خانم عالمی بزرگوار، راجع به اثبات نسب توضیحاتی دادین، ادامه بحث از شما میشنویم که هویت و نسب یک طفل چطور شکل میگیره و چی هست و چی معناست؟ بله، خب در یک تعریف خب که بهتون گفتم، یک تعریف دیگه هم که خب دانشمندان اومدن کودک را در چهار گروه قرار دادن. در یک گروه خانواده، یعنی هویت کودک را در گروه خانواده، در گروه قبیله، در گروه زیستی و سیاسی قرار دادن. اینطور گفتن که هویت کودک در خانواده برمیگرده به همون والدین طبیعی اونها، یعنی پدر و مادری که به صورت طبیعی از اونها متولد شدن، نه به صورت حالا غیر طبیعی. و در قالب خانواده، این در قالب خانواده شد، و در قالب قبیله، این در قالب قبیله هویت کودک به شکل حالا ممکن است نژادش، فرهنگش و دینش میشه گفت در این قالب قبیله شکل میگیره. حالا شاید این قالب قبیلگیش در قدیم به چه شکل بوده؟ در قدیم اینطور بوده که خب بیشتر افراد قبیله‌ای زندگی میکردن، ولی ما این که میگیم در قالب قبیله، یعنی یک تبار یا یک حالتی که قوم بزرگ، یک قوم بزرگ هستش. ولی خب ما امروزه این حالت قبیلگی را کمتر میبینیم. یعنی اگر فردی میخوای نژادش مشخص بشه یا فرهنگش یا دینش، اینها هم برمیگرده در همون سطح، یعنی جزئی از گروه سیاسی و تابعیت، یعنی تقریبا میشه گفت همون بحث تابعیت مد نظر میشه. ولی خب بحث سنتیش هم بحث قبیلگی بود. و یکم که در گروه زیستی هستش که اینها برمیگرده به هم یک سری ویژگی هایی که حالا گروه خونی یک فرد میتونه اون رو تعیین کنه. به طور مثال خب ممکن است یک رابطه یک فرد با اطرافیانی که
گروه های خونی با اونها دارن، مثلا ارتباطاتی که خونی با اونها دارن، و یکی هم گروه سیاسی هستش که همون بحث تابعیت را میاد مد نظر داره که یک شخص خب تابع چه کشوری هست، تابع چه دولتی هست، و اون بحث تابعیتش مطرح میشه. ولی در کل ای که ما بخوایم یک تعریف جامع داشته باشیم از هویت کودک، یعنی که کودکی که پدر و مادرش مشخص باشه، یعنی در مرحله اول در محیط خانواده، یعنی اولین نهادی که قرار میگیره نهاد خانواده است، پدر و مادر معین هست، مشخص هست، و در کنار اون دچار دارای یک تابعیت هم هست، یعنی یک کشور مطبوعی داره، یک دولت مطبوعی داره، و همچنین داره یک هویت نامی هم داره. یعنی ما نمیتونیم یک شخص را بدون نام و بدون هویت متصور باشیم. هویت که میگیم در اصل همون نام هست، حالا این نامش برمیگرده به کی؟ به همون پدر مادر طبیعیش که در خانواده وجود داره، نام خودش، نام پدرش، نام مادرش، که حالا در زمانهای خب اینها متفاوت هست. الان شما حتی ما میبینیم که در همه کشور خود ما در بسیاری از جا نام فامیلی هنوز مرسوم نیست، باز هم میبینیم که یک شخص را به نام پدرش میشناسن. حتی ممکن است در ادارات خب نام فامیل برای اونها مهم باشه، ولی همچنان در عرف اجتماع کشور ما اون نام پدر هست که شخص را به او هویت میده. بله. خانم معلمی، آیا فقط همین که مشخص باشه که این طفلی که به دنیا آمده فلانی مادرش هست و فلانی پدرش هست کافی است، یا نه این موضوع باید ثبت بشه؟ چون به هر حال ما تاریخ تولد را داریم که در چه زمانی و در چه مکانی طفل تولد شده. آیا فقط دانستن اینها کافی است یا نه باز مراحل بعدی هم داره برای اینکه هویت شخص مشخص بشه یا نسبش ثبت بشه؟ قطعاً ثبت نسب یکی از حقوق مسلم و اولیه میشه گفت کودک هست، چرا که تا وقتی که نام کودک در یک جایی که خب رسمی هست ثبت نشود، ممکن است از بسیاری از حقوق از قبیل خوب داشتن تذکره و امکانات اداری و تربیتی اینها ممکن است محروم باشه. و تا زمانی میتونه یک شخص هویت رسمی و حتی تابعیت یک کشور در کشور مطبوع خودش کسب کنه که نام او در یک جای ثبت باشه، حالا به حیث یک تابع یک کشور هست یا هر کشور دیگه، بنابراین ثبت نام جزء حقوق یک کودک هست. این هم در کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده و هم در حقوق طفل که در افغانستان خب ما داریم، اونجا هم بسیار تاکید شده که طفلی که به محضی که تولد یافت بعد از اینکه نام مناسب برای او انتخاب شد، حالا نامهایی که برای اون نام هم خب در قانون شرایطی ذکر شده، گفته که یک سری نام ها هست که ممنوع هستن و خصوصیاشون رو گفته شده، نامش باید انتخاب بشه و اون نام حتما که باید ثبت بشه. بله. و این ثبت کردن نام همون رقم که شما اشاره کردین خیلی مهم است و اهمیتش در اینجاست که طفل در مراحل بعدی زندگی تا بزرگسالی به همون سندی که حالا سند تابعیت است در کشور ما به عنوان تذکره یا شناسنامه یا هر چیز دیگری نامیده میشه، به هر حال لازم است در مراحل بعدی، حالا طفل وارد مکتب میشه یا در مراحل باز بزرگتر وارد دانشگاه میشه، ازدواج میکنه یا یک سری معاملات و قراردادها رو امضا میکنه، پس این در کل طی طول عمر او لازم است و از همه ابتدا باید مد نظر قرار بگیره. حالا که راجع به این موضوع صحبت کردیم خانم معلمی، یک سوال دیگه حالا به ذهنم رسید که در قسمت وجود نام پدر و مادر و یک تخلص، حالا شاید باشن بعضی از اطفالی که پدر و مادرشان از هم جدا شده باشن قبل از تولد طفل و یا ای که توسط باروری های مصنوعی طفل به دنیا میاد، یا حالا موارد دیگه ای که باعث میشه که همون حالت طبیعی تولد کودک در خانواده معین وجود نداشته باشه، آیا این باعث میشه که طفل از همون حق هویت خود برخوردار نشه؟ ولی قطعا این که خب اطفالی که به صورت غیر طبیعی خب در یک خانواده خب متولد شدن به صورت باروری حالا غیر طبیعی، بله غیر طبیعی هست، تلقیح مصنوعی بهش میگن، اینها باعث میشه که خب اینها هم خب قطعا به واسطه قانون یک سری حقوقی اعتباری بر اونها
بار هست، گرچه به لحاظ فقهی یا حتی میشه گفت که به صورت حقوق طبیعی اینها هویتشون برمیگرده به همون والدین واقعیشون، به همون والدین طبیعیشون. خب ما در بحث حقوق هویت برخورداری از هویت خانوادگی کودک، یک بحثی داریم که آیا کودک، اون کودکی که از تلقیح مصنوعی متولد شده، پدر مادر واقعی او پدر مادری هست که از اون خب این جنین به وجود آمده، چون این جنین هستش که خب اهدا شده به یک پدر مادر دیگه، درست است؟ و یا نه این پدر مادری که خب این جنین رو به اونها اهدا شده، اینها پدر مادر واقعی هستن. خب به لحاظ حقوق اینها قطعاً، چون در بیشتر قوانین ها خب اینا آمده درج شده که پدر مادری که جنین رو هدیه میگیرن، یعنی اینها دریافت میکنن، اینها باید اسرارشون محرمانه بمانن، هم در اسناد بین المللی خیلی ذکر شدن، هم در قوانین کشورهای اروپایی، و خب قطعا در کشور ما خب من فکر میکنم همینطور هست که این کلا در سراسر دنیا به این شکل هست که وقتی که یک شخصی میره یک جنین را دریافت میکنه، این رو محرمانه نگه میداره پیش خودش. ولی کن خب این الان منسوخ شده این تفکر، چرا که بسیاری از مشکلاتی که خب این فرزندانی که به واسطه تلقیح مصنوعی اینها متولد شدن، در آینده دچار بحران‌های هویتی شدن که دانشمندان خب به این پی بردن که اینها بهتر هست که بعد از یک مدتی از هویت واقعی خودشان اینها باید مطلع باشن. ولی کم به لحاظ حقوقی قطعا اینها هم در همه خانواده‌ای که تولد پیدا میکنن و زندگی میکنن متولد میشن و نامشان ثبت میشه و نام خانوادگیشان حالا با اونون با همون پدر مادری که اونها اینها را از پدر مادر واقعیشون خب اونها را دریافت کردن، یک سری حقوقی را خود دولت ها به اونها میدن، به واسطه قانون به واسطه اعتبار به اونها تعلق میگیره. ولی کم این هم نباید فراموش بشه که اینها باید که حقوق اصلیشون، یعنی برخورداری از اون هویت نسبشون، همون اثبات نسبشون، نسب واقعیشون که برمیگرده به پدر مادر اهدا کننده، باید یک روزی از این قضایا مطلع باشن. چرا که همین فرزندان وقتی که خودشون وارد یک تا زمانی که اینها ازدواج نکردن و دارای فرزند نشدن، خب این قضیه خب خیلی برایشون ممکن است ملموس نباشه، اما به محض اینکه اینها خودشان ازدواج کردن و دارای فرزند شدن، این حالت اینکه افراد به دنبال هویت خودشون باشن خیلی واقعا یک مسئله مهمی هست. دقیقاً بحث ژنتیک اینها جز مباحثی است که حتی در بحث درمان هم همینطور هست. یعنی بسیار از افرادی که ما می‌بینیم که در بحث درمان خود دچار یک سری مشکلاتی میشن و اینها مجبور هستن که از اون والدین اصلی خودشون، این والدین طبیعی خودشون ممکن است یک کمکی از اونها بگیرن، بعد اینجا هست که پای والدین واقعی اونها کشیده میشه و واقعا مسئله بسیار مسئله مهمی هست. یعنی امروزه جزء مباحثی هست که همه کشورهای حتی غربی هم در فکر این هستن که این مسئله رو یک بازنگری در این داشته باشن که این محرم بودن این هویت کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی را به نوعی اینها را بیان برای فرزند، برای این کودکان آشکار کنن و اونها را نسبت به هویتشون آگاه بسازن. پس بنابر آنچه که شما گفتی، چنین مواردی مانع برخورداری از حق هویت برای طفل نمیشه و در هر صورت باید طفل هم هویت مشخص را داشته باشه، حالا اگر با بارداری غیر طبیعی به دنیا میاد یا با هر روش دیگه. حالا مواردی مثل طلاق گرفتن والدین قبل از تولد یا به فرزند خواندگی هم جزء مواردی است که فکر میکنم اونها هم آیا همین رقم هست؟ دقیقا، اتفاقا بحث فرزند خواندگی خب امروزا خیلی بیشتر زیاد هست. یعنی شما میبینید کسانی که خب صاحب فرزند نمیشن، خب فرزندانی را ممکن هست که اینها پدر مادر نداشته باشن و یا کسانی باشن که واقعا حتی پدر مادر داشته باشن، ولی خب اونها هم با رضایت خودشون این فرزندان رو به خانواده های بسپارن. اینها جزء حقوق اولیه این طفل هست که بدونن که حقیقتا هویت اونها از کجا نشأت میگیره و همچنین فرزندان طلاق. بله، ممنون از شما. بریم و برگردیم، با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
خب سخن بسیار زیبایی بود از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم راجع به اینکه بر کودکان یک نام نیک انتخاب کنه. واقعا هم بسیار مهم است که یک نام نیکو بر طفل انتخاب بشه و اینکه چه تأثیراتی داره روی زندگی او. انشالله اگر امروز فرصت شد راجع به او هم بحث خواهیم کرد، وگرنه حتما در برنامه های آینده راجع به این موضوع بحث میکنیم. خب ادامه بحث با هم پی بگیریم. خانم عالمی، راجع به اثبات هویت یا ثبت نسب کودک با هم صحبت کردیم و گفتیم که چقدر مهم است و در چه مواردی در و هیچ موردی مانع برخورداری کودک از این حق نمیشه. خب بیاین راجع به این بر ما صحبت کنیم که چه تأثیری داره تثبیت این حق برای کودک، یعنی احقاق چنین حقی برای یک کودک و طفل ما چه تأثیراتی بر روی زندگی خود طفل و بر روی زندگی پدر و مادر او داره؟ بله، خب قطعا این تأثیرات خیلی مهمی داره، چرا که اصلا اساسا در اسلام اثبات نسب کودکان، اثبات هویت کودک جزء قواعد عامره هست. چرا میگیم جزء قواعد عامره هست؟ برای اینکه خب اینکه شخص، اینکه یک نوزاد یا یک طفل متعلق به چه پدر و مادری هست، متعلق به چه خانواده‌ای هست و افرادی که خب در خانواده با او زندگی میکنن، اقاربش، محارمش، اینها چه کسانی هستن، خب در زندگی او بسیار تاثیر میذاره. اولین تأثیری که میذاره بر ازدواج فرزندان میذاره. شما تصور کنید خب یک طفلی در یک خانواده متولد شده و خب این از خانواده خودش حالا قهرن یا به صورت حالا به هر نحوی از خانواده خودش جدا شده و در یک خانواده دیگه قرار گرفته و این از هویت اصلی خودش، از هویت واقعی خودش بی اطلاع هست. خب در زمانی که این میخواد ازدواج کنه ممکن است، بالاخره احتمالات، ما بحث احتمال رأی در نظر بگیریم، خیلی احتمال داره که با این یک زمانی در زمان ازدواج ممکن است با محارم خودش برخورد کنه، چرا که واقعا اطلاع نداره که خانواده او کیست، خواهر او کیست، برادر او کیست. هر لحظه هم که از این جور موارد، خب شاید در فیلم ها زیاد از این فیلم ها ساختن که بله. یک خواهر و برادری با هم دیگه خب اینا برخورد میکنن که بعد ها میفهمن که این خب از هم دیگه دور افتاده بودن و در قالب ما فیلم ها اینها رو زیاد دیدیم این مباحث را. واقعا هم همینطور است. این یکی از مهمترین تأثیری که میتونه بر روی زندگی افراد بذاره همین بحث نظم زندگی افراد هست. یعنی واقعا روی نظم اجتماع، روی نظم و خانواده ها واقعا تأثیر داره. اینکه اگر از هویت خودشان افراد با خبر نباشن، خب نمیدونن که چه کسانی بر اونها محرم هستن، محرم نیستن. و قطعا اینها یکی از تأثیراتش میتونه ای باشه که بسیار هم واقعا اثر مهمی هست. اینه برای ما که مسلمان هستیم واقعا مهم هست، داره اهمیت زیاد است، واقعا اهمیت زیاد است. شما میبینید که کسایی که فرزندان خودشون رو به کسی واگذار میکنن یکی از دغدغه‌هایشون همین هست. اینو من خود در اطراف خودم هم میبینم که شخص مورد نظر همیشه دغدغه‌ایش هست که خب فرزند ما نمیدونه که فرزند ما هست. ممکن است یک زمانی خب این مشکل برای او واقعا پیش بیاد در امر ازدواج، که مثلا دخترش یا بچهش مثلا در ازدواج با فرزندان اینها قرار بگیرن، چرا که واقعا اطلاع ندارن که اینها محرمشان هستن، فکر میکنن که نامحرم هستن برایشان. و یک اثر دیگه هم که داره بر روی خود طفل داره، یعنی خود هویت، شناسایی هویت کودک در حقیقت قبطه، یعنی اسلام یا منافع طفل رو در نظر میگیره. حالا این منافع هم میتونه جسمی باشه و هم میتونه منافع روحی رو در نظر بگیره. خب شما به لحاظ جسمی تصور کنید وقتی که یک طفل متولد میشه، گفتیم یکی از حقوق اساسی که طفل داره چی هست؟ اینکه طفل از حق نفقه برخوردار باشه، از حق سرپرستی و ولایت پدر برخوردار باشه. خب اینا جزء حقوق مهم یک طفل هستن. چه زمانی میتونه یک طفل این حقوق را، حالا وسط خیلی حقوق دیگه که ممکن است شبیه اینها باشه، این حقوق را بر او طفل بگیم که حتما جاری میشه؟ زمانی هست که رابطه بین طفل و پدر و مادر مشخص باشه. یعنی حتی وقتی که رابطه فرزندی و والدین بین طفل و پدر و مادر
ای ثابت نشه و اثبات نشه و خب حق نفقه که حق واجبی هست که برگردن پدر و مادر برای طفل ثابت نمیشه، حق حضانت حتی بحث حضانت شما وقتی میبینید که یک پدر وظیفه ایش هست که از طفل خودش مراقبت کنه، این زمانی وظیفه ای هست که ثابت شده که طفل که منتسب به او هست که واقعا منتسب به او باشن. بله داره، یعنی این ثابت شده. پس بحث ایجاد رابطه که شما گفتین بین فرزندان و والدین همون بحثی هست که به هر حال از ناشی از ازدواج قانونی است و بله. یک ازدواج قانونی صورت میگیره و حاصل او فرزندانی هست که به صورت مشخص در یک خانواده با هم زندگی میکنن. منظورتون از رابطه همین بود؟ بله دقیقا همینطوره. یعنی اگه که فرزندی که ناشی از همون ازدواج قانونی و شرعی خب متولد میشه، یه اگر اثبات بشه خب میتونیم ما حق حضانت را ثابت کنیم، اگر اثبات بشه ما میتونیم حق نفقه و سایر حقوقی که خب وظیفه و تکلیف پدر و مادر هست نسبت به فرزند اونها رو میتونیم ثابت کنیم. حالا بر والدین چی تاثیر داره خانم علمی؟ این که ما حقوق کودک ما از نظر هویتی به دست میاریم و هویت او مشخص باشد، چه تاثیر روی زندگی والدین یا پدر مادر او داره؟ شما خود تصور کنید که وقتی که کودکی احساس تعلق به پدر و مادر کنه همون طرف هم این احساس کاملا یک احساس دو سویه هستن. دقیقا. یعنی پدر و مادر هم نسبت به فرزند خودشون هم احساس تعهد و مسئولیت دارن و هم احساس تعلق و عاطفه و احساس دارن. یعنی هر چقدر که اونها میبینن که خب این فرزند خب متعلق به اونها هست و از نسل اونها هست، این احساس تعلق و مسئولیت قطعا بیشتر احساس میشه تا اینکه خب شما تصور کنید که یک شخصی یک فرزندی رو به فرزند خواندگی قبول کنه، ممکن است از باب اخلاق و حقوق ممکنه سی سری مسئولیت های بو بار بشن، اما به لحاظ اینکه مخصوصا به لحاظ عاطفی اینها خیلی تفاوت داره تا اینکه کسی واقعا فرزند خودش باشه. قطعا از این لحاظ مسئولیت این پدر و مادر بیشتر میتونن نسبت به فرزندانشون احساس مسئولیت دارن و اون احساس تعلق و خاطر رو دارن. فکر میکنم یک استحکام خاصی میبخشه و کانون خانواده همین موضوع هم واقعا حس دوستی و اعتماد بین هم والدین و هم فرزندان و پدر و مادر اونها را با همدیگه محکمتر میکنن. و خب به نحوی حالت برسمیت شناختن را داره، در بین اقوام هم برسمیت شناخته میشن و برمیگرده روی همون تاثیراتی که ما قبلا اشاره کردیم در روی زندگی خود طفل و والدین او. سپاسگزارم از شما. و اما میریم سراغ حالا حق بعدی که گفتید حق انتخاب نام نیک هست برای کودک. راجع به این هم برای ما مختصر توضیح بدید که چه اهمیتی داره که ما برای کودک خود چه نامی را انتخاب کنیم. بله خب در مخصوصا در اسلام خیلی سفارش شده که وقتی که میگن که فرزندی که متولد میشه حضرت رسول اکرم فرمودن که یکی از بزرگترین حقی که خلا طفل بگردن پدر مادر داره این هست که نام نیک برای اونها تعیین کنه و بعد او رو به درستی تربیت کنه و واقعا هم اسم نام نیک خیلی مهم هست، مخصوصا در بحث حقوق تربیتی که ما خب موضوع بحث ما هست. نام نیک در بحث تربیت بسیار بسیار تأثیر داره، چرا که خب اسمی که بر روی کودک نهاده میشه از سمت پدر و مادر این یک نامی هست که فقط صرفا برای این نیست که یک شخص رو از دیگران متمایز کنه. دقیقا. نامی هست که هر لحظه با شخص وجود داره، یعنی در تمام مراحل چه در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی تا میانسالی و حتی تا زمان مرگ. یعنی تا زمان مرگ یک شخصی که وفات پیدا میکنه او رو با نامش تلقین میدن. و این بسیار مهم هست، این شخص تمام شخصیت یک شخص میتونه از نام او شکل بگیره، تمام موقعیت های اجتماعی او ممکن است تحت تأثیر نام او قرار بگیره. دقیقا. در تأثیر گذاری نام بر روی شخصیت افراد و موقعیتش این واقعا هیچ تقویمش گفت که انکار ناپذیر هست، این همه ای را قبول دارن، حتی روانشناسا هم
این رو پذیرفتن که افراد هر چقدر نامهاشون نیکوتر و شایسته تر باشه، یعنی به اون نامهاشون از اسامی مثبت‌تری برخوردار باشه، حالا یک سری خصوصیات هایی هم برای نامها روانشناس آمدن قرار دادن که نامها روند باشن، بیشتر رایج باشن، اینها در میزان موفقیت و رشد و شادی افراد بیشتر تأثیر دارن. همون هم که شما اشاره کردین، داشتن یک نام با معنای پربار میتونه خیلی خوب روی زندگی او تأثیر بگذاره. حالا اما خانم عالمی، به خاطر عدم آگاهی و پایین بودن سطح سواد در جامعه ما متاسفانه شاید خیلی از والدین آگاهی نداشته باشند به این موضوع، و چه بسا به خاطر همین موضوع از زمانهای قدیم نامهایی که حالا شاید خیلی بار معنایی خوبی نداشته باشه و حتی شاید والدین متوجه نباشند که این چی معنا میده، همین نامی که من انتخاب کردم تا بر فرزند خود بگذارم، حتی متوجه نباشند که معنای این چی هست، فقط به خاطر همین که از قبل رسم بوده در بین فامیل اونها، در جامعه اونها، و شنیدن و حالا شاید خوششان آمده، جنبه سلیقه‌ای داشته، روی طفل گذاشتن. حالا اگر اثر منفی هم داره این موضوع بر ما بگین. قطعا، یعنی این که نام چه تأثیر منفی داره واقعا در این هیچ شکی نیست. من یادم هست در دورانی که در مکتب بدم، یک شخص، یکی از همین مکتبی ما، نام فامیلیش نادان بود و واقعا هر زمانی که معلم ما نامی رو میخواند، یا اصلا با یک حالت شرمندگی سرش منداخت پایین. و بعد از اون ما یادم هست که معلم ما نامی رو دانا گذاشت، گفت که خب به این نامش، نام کوچیکش فاطمه بود، گفت این دیگه نگین فاطمه نادان، بگین فاطمه دانا. واقعا بسیار دختر هوشمند و با ذکاوتی هم بود و واقعا همیشه برای ما سوال بود. ما زمان خیلی طفل بودیم، خیلی خرد بودیم، و ازش میپرسیم، میگفتیم خب چرا این نام رو گذاشتی؟ میگفتن خب پدر و مادر ما واقعا نسبت به این قضیه از هیچ آگاهی نداشتن. بله. و این در روایت هم اومده که اگر کسی از نام خودش راضی نیست، میتونه نام خودش رو تغییر بده. ما فکر میکنم واقعا این که افرادی که در زندگی خودشون حالا ممکن است نامهای نامناسب داشته باشن، یا حتی ممکن است حتی نامناسب هم نباشن، اما بار مثبت خیلی زیادی هم نداشته باشن، خب بهتر است که نام خودشون رو واقعا تغییر بدن. تشکر از شما خانم عالمی بزرگوار و کمال تشکر دارم از شما بینندگان عزیز. این بود برنامه امروز روشنایی که تقدیم نگاه های شما شد. آخر هفته خوبی داشته باشید. التماس دعا و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.